سلام میگم به تک تک برادر خواهرای عزیز مهمونای عزیز در این کلیسا و همینطورم هم کسانی که به وسیله یوتیوب ما وصل شدن و دوباره خوش اومد میگم به برادر من که امروزم با, با اتون آشنا شدم امیدوار هستم این آشنایی هم ادامه بده الان از ماه یون بود که که من در مورد یک موضوعی صحبت کردم در مورد محبت خدا یادتون هست نه که خدا محبت هست و همینطورم هم باور کردم به محبت خداست که ما میتونیم محبت خدا رو دریافت کنیم و کسانی که هنوز این قسمت ها رو نشنیدن میتونن توی یوتیوب نگاه کنن و امروز هم میخوام چیزی که توی قلب من هست من مخصوصا کسانی که این پیام رو شنیدن در مورد محبت خدا که بزرگترین میتونم بگم پیامی هست حقیقتی هست که ما میتونیم واقعا بشنویم که خدا محبت هست و زمانی که اینو فهمیدیم و همینطور هم دریافت کردیم و درونش زندگی میکنیم در این محبت باید آدمای خوشبختی باشیم اگه موافق هستیم بگین آمین. آمین. و موضوع امروز هم همینطور هم. تو یک مسیحی خوشبخت هستی آمین. یا نه؟ و خوشبختی چه معنی داره معمولا اگر یه کسی رو میپرسم ف... می آیا خوشبخت هستی میگم بله خوشبخت هستم اما ببینید خیلی چیزهایی هم از درد دارم نبیندم مشکلی دارم بعد از این شروع میکنم به تعریف کردن تمام مشکلهایی دارم پس میگم که آیا این خوشبختی که الان میگه که من خوشبخت هستم باید معمولا در صورت ما دیده بشه موافق هستین یا نه؟ یه کسی که واقعا خوشبخته باید از چهرهش دیده بشه در همه موقعیت تو فشار توی توفان حتی اگر بیفته توی زندان یا خوشبخت هستین یا هنوز به اون جایی نرسیدیم واقعا بگیم که درون من من خوشبخت هستم ربطی به محیط اینطوری نداره عیسی مسیح خودش هم برای جلال خودش رو ترک کرده بود آمده در این دنیا پر از ظلمت پر از درد افراد رو روبرو می شد که پر از یا گفته که مثل گوسفندای گم شده درد میکشید. یا فقط خدایی نبود که کنترل از دست بده بلکه در همه موقعیت این حیات خدا که درونش بود دائما در حال خوشبختی در حال صلح و آرامش خودشم بود و به این خاطر میخوایم امروز در موردش فکر کنیم و فکر امیدوار هستم برابر اینم دعا کردم که زمانی که واقعا این برای ما باز بشه این این مطلب خوشبختی برای ما باز بشه امیدوار هستم و برای اینم دعا میکنم که واقعا زندگی ما در زندگی روزمره ما این خوشبختی رو ما نشون بدیم یک فیلسوف معروف، پلاتون، اینطوری تعریف کرده: انسان زمانی خوشبخت میشود که هر سه جزء نفس یعنی عقل، اراده و احساس یا میل با هم تعادل و هماهنگی داشته باشند. یعنی با هم تضاد داشته با هم تضاد نداشته باشند. یعنی زمانی که عقل ما اراده ما و همینطورم احساس ما در بین خودش یه هماهنگی باشه و اونجاست که یک شخصی میتونه بگه که حداقل الان در این دنیا هم که زندگی میکنیم یک آرامشی هست فقط متاسفانه از زمانی که آدم و هوا گناه کردن یعنی زمانی که از این درخت معرفت نیک و بد خوردن از اون موقع بود که این اتحادی که باید داشت می این اراده همینطور احساس و عقل همه چی به هم ریخت خدا رو ترد کردن و اینجا می‌بینیم که در پیدایش باب باب سه آیه 6 و هفت اینجا نوشته: چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر دانش افسا پس از میوهش گرفت بخورد و به شوهر خود نیستاد و او خورد آنگاه چشمان هر دو ایشان باز شد و فهمیدن که اوریانند پس برک های انجیل به هم دوختن و اه برای خیشتن ساختن از اون زمان زمانی که آدم و هوا گناه کردن یعنی خدا را از زندگی خودشون دور کردن گفتن که ما میتونیم مستقل باشیم ما میتونیم خودمون حکومت کنیم ما خدای خودمون هستیم از اون موقع این نظمی که باید در این نفس بود به هم خورد انسان جای خدا رو گرفت و خود محور شد متمرکز شد انسان نفسانی شد و الوهیت رو از دست داد این بدبختی انسان یا میتونم بگم که این باعث شد که یک ناهماهنگی در نفس انسان به وجود آمد و اون موقع همینطور که عیسی مسیح گفته که گوسفندایی هستند که پراکنده هستند حقیقت رو نمیدونن روحانی نیستن با خدا ملاقات یعنی صمیمانگی سمیم سمیمان سمیم رو از دست دادن نتیجه برهنگی یعنی جدایی از خدا زندگی بیمانی بریده از همه مواهب خدا عدم هماهنگی درونی سردرگمی و بدون دیدگاه دور از محبت و عشق خدا دو دور از خوشبختی ترس و میتونم بگم تو بدبختی افتادن و از اون موقع سعی میکنه انسان این خوشبختی رو به دست بیاره بدون خدا و این غیر ممکن عزیزان به این خاطر امروز گفتم که یکم در موردش فکر کنیم و ببینیم که چطور میتونیم زندگی خوشبختی داشته باشیم ما چون عیسی مسیح زمانی که نگاه میکنیم که خونش رو روی صلیب ریخت یه میگم بهای بزرگی داد نه فقط بتونیم نجات پیدا کنیم فقط همینطور در این دنیا زندگی کنیم برای با این تمام بارها نگرانی ها بلکه اون خونی که ریخته شده برای اینه که واقعا ما بتونیم در پیروزی زندگی کنیم در خوشبختی در این دنیا زندگی کنیم در در زمان اعمال رسولان هم اونجا نمونه هایی مثل پتروس هست مثل پولوس هست که در هر شرایطی که بودن همینطور برادرمون امروز هم گفته گفته دوباره میگم شاد باشین دوباره میگم شاد باشین خسته نمیشم دوباره میگم شاد باشین یعنی خوشبخت باشین شما چیزی به دست آوردین که غیر قابل فهمه و برای این میخواد خدا مخصوصا در این زمانم ما زندگی می کنیم اینم که بردارمون گفت در زمان آخر ما زندگی می کنیم الان سالهاست که دین کلیسا ما موعظه می کنیم که واقعا خودمون باید آماده کنیم و تمام میتونم بگم شهادت ما در این دنیا همون شهادت آرامش و شادیه خوشبختیه که ما میتونیم در این خوشبختی زندگی کنیم بلا نمیدونم در مورد خوشبختی که شما خودتون فکر میکنین چی فکر میکنیم چه چیزی هست در زندگی شما که باعث میشه که در این خوشبختی میگم کامل در این خوشبختی روزانه زندگی نکنین حتما مشکلهایی هست حتما چیزایی هم هست شاید ما میگیم که اگر من اینو داشته باشم اگر این چیز رو به دست بیارم ما دنبال این هستیم دائما یه چیزهایی به دست بیاریم که واقعا خوشبختی ما کاملتر بشه همش ما یه نیازی داریم، نه حداقل یه دونه دو تا سه تا نیازهایی داریم و به این خاطر ما دعا میکنیم افرادی هستن که دنبال اقامت هستن و زمانی که یک کسی اقامت رو گرفته میگه آ خوش به حال تو الان قبول شدین خوش به حال تو یعنی خوشبخت باش که اینو به دست آوردی درسته؟ بعد از این که اینو به دست میاریم بعد از این دوباره خونه هست زن بچه هست بعد از این ازدواج میکنین بعد از یه مدت هم میبینی که مشکلهای تو خانواده هست و همسرت مشکلهایی دوباره به وجود میاد سر کار بچهات مریض میشن خیلی چیزایی هستن که باعث میشه که این خوشبختی تو رو میدوزده آیا واقعا سوال من اینه که آیا میتونیم خوشبختی رو پس بده از دست بدیم؟ یه چیزی که ما دریافت کردیم آیا چیزایی در این دنیا مشکلایی در این دنیا میتونن پس یه چیز رو از ما بدزدن؟ به خودتون نگاه کنیم بعضی وقت میگم یک شنبه ها اینجا پرستش میکنیم هفته گذشته و هر یک شنبه همین تو موعظه های میشیم شروع میکنیم آللویا مرسی خدا من تشکر میکنیم و بعد از این میریم و بعد از یه مدتی دوباره فردا یا همون شب روز بعدش دوباره میبینیم که یه جوری این شادی رو یا این خوشبختی رو از دست دادیم و چون ما مسیح هستیم و که کسی به میپرسه باید بگیم من خوشبختم چون مسیح هستم من باید خوشبخت باشم فقط این انکاس خوشبختی رو از صورت ما دیده نمیشه یه کسی که خوشبخته مثل این که الان فکر کن الان یه چیزی رو به دست آوردی یه چیز واقعا گنجی به دست آوردی چه شادی میای اینجا این مشخصی دیده میشه برادر آلبرت من اقامت گرفتم و این کار رو به دست آوردم این دیده میشه درسته یا نه و الان بگیم که زمانی هم که به دست این چیه زمانی که مثال میگم الان ببخشین فقط این اقامت رو میگم چون در آلمان هم زندگی میکنیم همه هم دومال اقامت هستن الان یه کسی که اقامت رو نگرفته از دست داده آیا خوشبخته؟ شخص خوشبختی هست؟ فقط غم میاد درد میاد همه رو ما از دست میدیم به این خاطر احساس میکنم خدا میخواد از دید ما رو دید ما رو و تصویری که از خوشبختی داریم امروز یکم نه یکم عوض کنه مشکل ذهن ماست و همینطور هم ایمان ماست قلب ماست فقط زمانی که یه فکوس درستی از خوشبختی داشته باشیم معنی خوشبختی یعنی چی؟ اون موقع هست که خواهید دید که صبح که بیدار میشین شب هم میریم میخوابین هر اتفاقی که افتاده باشه میتونیم بگین که واقعا در خوشبختی خدا زندگی میکنم در یک حالی هست وضعیتی است که قرار گرفتی که تغییر نمیکنه روح خدا تغییر نمیکنه در ما روح خدا میتونه غم بشه در ما زمانی که گناه بکنیم یا مثلا دردهایی که مثلا در این دنیا هست اتفاقاتی که میفته غمگین بشیم فقط ربطی به خوشبختی نیست عیسی مسیح زمانی که نگاه کرد و دلش گرفت این نیست که آرامش خودش و خوشبختی خودش رو از دست داد معمولا ما زمانی که نگاه میکنیم به مشکلهایی در این دنیا هستن درد میاد فقط این نباید تاثیر بذاره در اندرون قلب نفس ما و این زندگی خیلی شیرینی است پر از قدرته الان از دید خدا از دید کتاب مقدس نگاه کنی ببینی که خوشبختی یعنی چی در به زبان یونانی گفته شده که مکاریوس یعنی میشه سعادتمند خوشبختی مبارک یعنی حیاتی از جانب و خدا که به معنای سعادت هست و اینجا نوشتم اینو این کلمه سعادتمند بیانگیر حالتی از زندگی یا حیات هست که خدا داده است. یعنی شادی و سول بی پایان که هرگز تمام نمی شود یک رفای کامل داشتن رضایت کامل در هر سه جزء نفس این روح خداست که زمانی که وارد زندگی ما شده دوباره نفس ما رو که از این اتحاد به هم خورده دوباره یک میکنه اراده فکر یعنی عقل و همینطور هم احساس همه چی رو دوباره جمع میکنه در یعنی یک اتحادی با شریک روح القدس اونجا زندگی کنیم یا به وسیله روح القدس این کلام سعادتمند یا خوشبختی بیانگیر حالتی از زندگی یا حیات هست که خدا به ما بخشیده هست حالتی با صحبت کردم وضعیتی که عوض نمیشه همون هست که هست و اینو باید یاد بگیریم در این حیات زندگی کنیم یک حالت واقعی هست یا یک یک وظیفه وضعیت وزی... یک وضعیت واقعی هست که غیر قابل تغییر است یک وضعیت واقعی هست که غیر قابل تغییر است عوض نمیشه و اینو به دست میاریم زمانی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم زمانی که توبه میکنیم عیسی مسیح رو عنوان خداوند قبول میکنیم زمانی که روح القدس میاد در ما قرار بگیره روح خدا روح القدس که حیات جدید و الهی در درون ما گذاشته میشه ما دریافت میکنیم و حمل میکنیم و به همین دلیل در هر سه جز نفس رضایت کامل رو میابیم عیسی مسیح که همون روی صلیب که خونش رو ریخت ما رو بخشیده و ما روح القدس رو گرفتیم کار روح القدس اینه که واقعا بیا در تمام نفس خودمون تسلط پیدا کنه که ما رو در این نفس عقل احساس و همینطور اراده دوباره ما رو یک کنه چون معمولا زمانی که نگاه میکنیم میبینید که احساس تو بعضی وقت یه چیزی دیگه میگه عقل تو برعکسش میگه بعضی وقت نمیتونی درست تصمیم بگیری چون حقیقت رو درست نمیشناسی عقل تو میگه این کار درسته احساست میگه که من میخوام انجام درست نیست میگه من میخوام اینو انجام بدم و چون ضعیف هستیم دائما در حال کیچ شدن هستیم هیچ اتحادی در نفس ما وجود نداره و زمانی که روی القدس قرار میگیره و این روح خداست که عوض نمیشه این روح خداست که شروع میکنه در همه قسمت ها تسلط پیدا کنه به شرطی که ما اجازه میدیم و اونجا شروع میکنه این وحدت رو به وجود بیاره و این باعث میشه که این تمام صفت های خدا رو نفس خدا تو فرو میگیره یواش یواش میبینید از درون تو عزیزان از درون تو بگو از درون من بگین از درون من این خوشبختی به وجود میاد نه از بیرون خوشبختی ما عزیزان از درون ماست خبرهای بدی بشنوم منو تو زندان بندازن و شکنجه بدن این خوشبختی من در درون منه نفس منه که به من میگه که من خوشبخت هستم منظور نیست که الان مثلا چیزایی که در زندگی ما اتفاق میفته خوشبختی این چیزایی هستن که به هر این شادی هست که ما به دست میاریم نعمت های خداست که به ما خداوند به ما میبخشه اینجا میتونیم فقط از خداوند تشکر کنیم شکر کنیم الان اقامت رو گرفتین خونه گرفتین و امتحان بود الان موفق شدی در همه قسمت هایی که در زندگی ما اتفاق میفته میخوام این تشخیص رو این تشخ... این این چیز رو این تفاوت رو ببینید از همه چیزایی که زن زندگی ما از بیرون اتفاق میفته ما فقط میتونیم خدا رو جلال بگیم تشکر کنیم فقط خوشبختی ما از از درون ماست و این هیچ کسی نمیتونه برداره به, به تنا، تنا خود خودمون هستیم که باور نمی کنیم و این عقل ما همینطور تصویر اشتباهی از خوشبختی داره به این خاطر دنبال خوشبختی میدویم و به دست نمیاریم خوشبختی در اندرون ماست عزیزان به وسیله روح قدس خوشبختی این نیست که من هر چیزی که من آرزو دارم به من رسیدگی بشه بعد از این من خوشبخت هستم تمام نیازهای من که برطرف بشه خوشبخت هستم این دروغ عزیزان اگر من موفق باشم در زندگی خودم در کار خودم خوشبخت هستم این چیزایی هستن که شادی میارن فقط خوشبختی یه چیزی دیگه هست یه مقامی به دست بیارم نشون بدم افراد واقعا بیان دست بزنم برای من از این خوشبخت هستم این تمامی چیزهایی هست که بیشتر از این ریشه غرور میاد میخوام معروف بشم اگر من مشکلایی نداشته باشم واقعا مرد و زن خوشبختی هستم عزیزان در این دنیای سقوط کرده هیچ موقع اینطوری به یه جای نخواهی رسید که مشکل نداشته باشی شاید هر چقدر تو درست زندگی کنین این دوره تو اونقدر تو رو ناراحت میکنن اونقدر سنگسارت میکنن که <applause> خوشبختی تو از بین میره افرادی هستن که خانواده داشته باشن بچه دار داشته بچه خانواده یعنی زن و بچه داشته باشن واقعا مرد زن خوشبختی میشم این نعمت خداست خدا دوست داره خانواده رو خدا دوست داره به تو یه شوهری بده یا زنی بده یه خانواده بده افرادی هستن که اون روی بدن خودش نگاه میکنن سعی میکنن واقعا برای از درون الان دیت میکنن لاغر میشن لباس های زیبا میپوشن مورد مورد چی میشه توجه میشن و دنبال این چیزایی هستیم یه زمان زنا بیشتر الان مردام الان اینطوری شدن چه تیپ هایی هستن چه مردایی هستن چه فریزورایی دارن چه چیزایی واقعا من باید در مود زندگی کنم که افرادم بدونم آها عقب مونده نیست خیلی چیزایی هستن عزیزان منظور این نیست که ما روی ظاهری ما کار نکنیم این خیلی مهمه که ما واقعا فرزندان خدا هستیم ما باید واقعا از زندگی خودمون از چطور چیزای لباسهایی میپوشن مخصوصا زنها در این قسمت خیلی باید مواظب باشن چطور خودشونو رو میپوشن چه چطور چه چیزی میخوای نمایام کنی یا جلب جلب توجه کنی و زمانی که میری ده تا مردا نگاه میکنن پشت تو یه زمانی بود سود می کشیدن الان سود وجود نداره یا این چیزایی هستن که تمام دنیا هم سود بکشه برای تو خوشبخت نخواهی شد خوشبختی در درون توست اندرون توست اینجا باید ساخته بشه به این خاطر گفتم اگر این محبت خدا رو فهمیده نباشیم با چه عشقی خدا منو دوست داره چقدر با ارزش هستم باور نکنم که خدا محبته و دریافت کنم نفس ما ناقص میمونه خوشبخت نخواهیم شد الان ببینیم که کتاب مقدس چی میگه در مزمور یک آیه یک و دو میگه که خوش به حاله یعنی خوشبخت هست اون شخصی خوش به حال کسی که به مشورت شریران نرود و به راه گناهکاران نیستد و در مجلس استهزا کنندگان ننشیند میگه که خوش به حال تو بلکه رقابت او رو در شریعت خداوند هست و روز و شب در شرایط او تفکر میکند پس الان مثل یه اتفاق میفته اونجا اینجاست که یه خوش به حال که اینطوری چیز کنین چه اتفاقی میافته پس مثل درخت نشانده نزد نرهای آب خواهی بود که میوه خود را در موسمش میدهد و برگش پژمرده نمیگردد صورتت احتیاج به بوتوکس نداره بلکه راحت همینطور شیرک، زیبا خواهی موند هر هم چرکم هم چروکم داشته باشین نه هر هم چروکم داشته باشین اینم یک زیباییه ببخشید نسینین چروک اینجا داری خیلی دوست دارم <applause> بوتوکس احتیاج نیست يعني خودش هم نمیزنه <applause> واقعا چرو... نشانه زندگی هست حیاته درسته یا تجربه هایی که گذرونده یه شخص و میگه یک برحال اینجا مثل درخت نشان... نشانده نزد نهرهای آب نهرهای آب نه اینطوری یک دریاچه دیگه چیزش آبش گندیده شده نزد نرهای آب خواهد بود که میوه خود را در موسمش میدهد و برگش پشمرده نمی گردد و هر آنچه می کند نیک انجام خواهد بود این به این میگه خود این خدا میگه الان نه آلبرت میگه نه یک انسان میگه خدا میگه خوش به حال تو تو خوشبخت هستی خوشبخت هستی اگه اینو انجام بدی یعنی مشغول کار خود، مشغول کلام خدا باشی منظوری نیست که الان اینجا نوشته روز و شب برال معنیشو باید بتونی یعنی اشتیاق برای کلام خدا داشته باشی کلام عیسی مسیح میگه که اگر در احکام من بمانید در محبت من خواهی بود ثمره میارید و ثمره توی چی شادی آرامش سول حکمت عدالت در مزمور سی و دو آیه یک و دو میگه که خوش به حال خوشبخت هست کسی که اسیان او آمرزیده آمورزیده شده و گناه های و مستور گردیده خوش به حال کسی که خداوند به وی جرمی را حساب نمی آورد و در روح او هیلهی نمی باشد. میگه که خوشبخت هستی تو اگر خدا گناه تو و خدا رو شکر میکنیم که عیسی مسیح همینطور. هر روز که ما در این در این ملاقات با خدا زندگی میکنیم، این خونی هست که دائما ما رو پاک میکنه، دائما ما رو میبخشه، دائما بارهای گناه ما رو ورم میداره. بگه که برای این با باید خوش حال باشی خوشبختی تو خون عیسی مسیح که روز به روز قدرت رو داره پاک کنه تو رو آزاد کنه خوشبخت باش برای این خونی که ریخته شده برای تو در مزمور 146 آیه 5 و 6 میگه خوش به حال آن که خدا خدای یعقوب مددکار اوست که امید او بر یهوه خدای وی میباشد که آسمان و زمین را آفریده و دریا و آنچه در آن آنکه در آنهاست که راستی را نگه دارد تا عبدالاباد میگه خوشبال تو که به خدا اعتماد کنی این فقط قسمت هایی از کلام خدا ورداشه اینجا پره از خوشبالا خوشبال تو خداوند میگه اگه تو به من اعتماد داری و می فکر میکنی و میدونی و باور میکنی که فکرهایی که من برای تو دارم عالیه نقشای عالی به تو کشیدم من خدای هستم آسمون و زمین رو خلق کردم همه چی در دست منه من اقتدار رو دارم مخصوصا به عیسی مسیح که در دست راست پدر نشسته و حکومت میکنه تمام قدرت در آسمون در زمین به او داده شده من اعتماد دارم به تو خداوند میگه که خوشبخت هستی آلبرت من تصادف کردم پولم هم از دست دادم همه چی به, هم، به هم ریخته فقط خوشبختی من اینه که به تو اعتماد دارم تو محیا کننده زندگی من این خوشبختی منه نه این اتفاقی که افتاده یا دوره ور من چه چیزهایی میفته چه خرابکاری میشه حتی منم شکست بخورم خوشبالی آنکه که خدای یعقوب یا عیسی مسیح مددکار اوست متا پنج آیه سه میگه که خوش به حال مسکینان در روزی رو زیر و ملکوت آسمون از آن ایشان هست اینجا میبینی که در متا پنج نه بار خوش به حال تو خوش به حال. یعنی خوشبخت هستی تو خوشبخت هستی تو اگر از حق خودت بگذاری خوشبخت هستی تو که میگه که اونجا خودت رو با خودم مقایسه میکنی نه به انسان خوشبخت هستی تو اگر یه کسی به تو جرم میکنه تو تلافیش نمیکنی تو فروتن میکنی تو مرد زن خوشبختی هستی مخصوصا در زمانی که مثلا میگم ناعدالتی میاد و افرادی به ما به هر حال تیکه میندازن. یا حرفی بدی میزن یه غیبت میکنن یا چیزی معمولا ما این نفس ما نفس گذشته ما میخواد بیسته و میگه تلافیش کنم این کارو کرده فروتنی اینه که حق خودتو میگذاری یک آرامشی میاد و خدا من میگه که خوشبخت هستی تو آزاد شدی از این تلافی کردن اینجاست که میبینین عقل تو میگی که درست نیست فقط احساست نمیتونی تو باید یخشو بگیری آمین, آمین. ما همه ما رفتیم یخه دیگه رو گرفتیم تا یاد گرفتیم که برال آخر ما بازنده شدیم بازنده؟ بازنده شدیم یا لوقا به دوازه آیه 43 خوشبال آن غلامی که آقایش چون آید او رو در چنان کار مشغول یابد خوش به حال من یا میتونی خوش به خود بگی که من اجازه دارم این خدای حی و خدمت کنم من خوش حال هستم یعنی خوشبختم چه افتخار بزرگی من میتونم اون خدای خالق منو خوانده که به او خدمت کنم و اینم وفادار انجام میدم و به این خاطر میگه که خوش حال تو ای غلام در سختی ها در مشکلایی که قرار میگیریم خدمت کردن به خدا واقعا سخته شکست میخوریم خرابکاری میکنیم فقط خدا نگاه نمیکنه به خرابکاری های ما اشتباهات ما نگاه میکنه چقدر وفادار اونجا استده. میگه چه میگه غلام که آقای چون آید او رو در چنین کار مشغول یابد زمانی که ما شروع میکنیم به خدمت کردن عزیزان زندگی ما یک معنی پیدا میکنه تو مورد لوت. یا لطف نه با

بی خودی نیست من اس، خدا از من استفاده میکنه معنی می پیدا میکنه الان خدمت من شبانیه درسته الان خدمت های مختلف هست زندگی من یک معنی پیدا کرده من اجازه دارم خدا رو خدمت کنم خوشبختی من اینه الان مربوط نیست که الان چه خدمتی تو میتونی آشپزخونه خدمت کنی تو میتونی هر خدمتی فقط تو مورد مورد این لغت مورد استفاده هستی مرسی گوش میکنین عزیزان اگر نه زندگی ما بی خودی برای چی زندگی میکنیم، مسیح هستی اوکی مسیح هستیم چه کاری میکنی؟ صبح تا شب میریم اینجا کار میکنین خدا رو پرستش میکنی زمانی که وارد خدمت نمیشی زمانی که نمیگه خودم من, من میخوام مسئولیت برای پادشاهی تو وردارم و میخوام از من استفاده کنی و افتخار میکنم خوشبخت هستم به منو خاندی استعداد داری عطاها رو دادی همه چی رو داری این خوشبختی منه که من اجازه دارم به خدا خدمت کنم این خوشبختی منه مورد استفاده هستم زندگی من معنی داره من در این دنیا من من منظور من, من من, نیستم فقط من الان خودم صحبت. من یا خدا به وسیله من یا به وسیله تو دنیا رو عوض میکنه تو یک کسی نیستی که جز میلیارد ها تو یک کسی مخصوصی هستی و خدا استفاده میکنه الان هر خدمتی که انجام میدی الان کتاب خونه هست هر خدمتی که تکنیک هست من استفاده می خدا از من استفاده میکنه که این دنیا رو عوض کنه به این خاطر میگه که ای غلام و زمانی که میرسیم و مطابا به پنج آیه یازده به دوازده میگه خوش به حال زحمت کشان برای اداله از زیرا ملکوت آسمون از آن ایشان است خوش به حال خوشحال باشید چون شما را ف فش نه فش گویند و جفا رسانند و به خاطر من هر سخن بدی به شما کاز، کازبانی گویند خوش باشید و شادی عظیم نماید زیرا اجرش ما در آسمان عظیم است خوشبختی ما اینه به وسیله به خاطر نام مسیح که الان من مسخره میشم و پشت من حرف میزنن میگه خدا من میگه که این خوشبختی توست زمانی که برای من استادی به خاطر عدالت من استادی و افراد به تو جفا میرسونن تو مرد زن خوشبختی هستی تو رو انداختن تو زندان تو زن مرد خوشبختی هستی و خدا اونجا شروع میکنه از تو استفاده کردن الان نمیخوام الان نبوت کنم که خدا شما رو بندازی تو زندان فقط منظور من اینه که به هر حال اتفاقاتی میفته الان در سر کار هستی هر جایی که هستی اون زمان زمانی که یک خود پولو پیتروس بود یا پی نه پولو نه پتروس نه پتروس بود که زمانی که از چیز توی همون فریسی ها بودن اونجا گرفته بودن کتک زدن بعد از این آمدن در شادی گفت افتخار میکنیم به خاطر نام مسیح ما کتک خوردیم ما خوشبختی ما کتک خوردیم <تصفح> کی میتونه در این دنیا به اینو بگه کتک خوردم من خوشبخت هستم این میشه عزیزان خوشبختی که درونی همینطور در اول پتروس باب سه آیه چارده اما اگر به خاطر نیکوی کار رنج میبینید خوش به حال شما از تهدید ته چی؟ تهدیدات مردم نترسید و نگران نباشید من حضور من باش ماست نگران نباش هر اتفاقی میفته الان یه قسمت های متوجه شدیم الان دی... که... کتاب مقدس پر از خوش به حالا میکنه از این خوش که ما فکر میکنیم خوشبال من که خونه گرفتم خوشبال من که کارم چی شد خوشبال من پاسور گرفتم خوشبال من یعنی من هزار تا چیزایی هستن عزیزان از این چیزا میتونید فقط خدا رو شکر کنین خوشبختی شما درونش در ماست که روح خدا آمده با روح تو یک شده همون سرودی خودی من در تو هم تو در منی یک شده تا به ابد اینه خوشبختی ما عزیزان خون مسیح من هست که من رو تقدیس میکنه پاک میکنه و آماده میکنه در مزمور هفتاد میگه کیس برای من در آسمون و غیر از تو هیچ چیز را در زمین نمیخوام این سرودم که انتخاب کرده بودم عدالت من تو هستی و همینطورم هم شادی من تو هستی هر چیزی نیاز دارم در تو یافت میشه هیچ چیزی در زمین نمیخوام یعنی منظور اینه که هیچ چیزی در این دنیا منو خوشبخت نمیکنه اگر چه جسد و دل من زایل گردد لیکن صخره دلم و حسه من خداست تا عبدالاباد و اما مرا نیکوست که به خدا نزدیک باشم ترجمه تو آلمانی نوشه خوشبختی من این هست که به خدا نزدیک باشم فقر میکنه از این چیزایی که در این دنیاست میگه خوشبختی من فقط تو هستی هیچ چیزی در این دنیا نیست که منو بتونه خوشبخت کنه همه دور من همه چی مشکلاتی هست فشارهایی هست فقط چیزی نمیخوام جز از تو خدا من. تنها محبت خدا وضعیت سعادت و خوشبختی کامل رو دارا هست تنها محبت خدا وضعیت سعادت و خوشبختی کامل را دارا هست همه چیز به کمال رسیده است آرام شادی فداکاری آزادی امنیت کاملا با خدا و روح او متحد شده است روح و نفس روح و نفس ما نیز به وحدت و هماهنگی میرسد این کار روح قدوسه که انجام میده آقای دوستان عزیزان از این به بعد واقعا در خوشبختی زندگی کنین پس به این چیزا باید دقت کنین در رساله اول یوحنا باب دو آیه پونزده اینجا میگه که, که دنیا و آنچه در دنیاست دوست مدارید زیرا اگر کسی دنیا رو دوست داره محبت پدر در وی یخته نیست خوشبختی نیست اگر کسی که دنیا رو دوست داره خوشبختی یخته فراموش کن تو مسیحی هستی دنیا رو دوست داری فراموش کن خوشبختی خدا فیض میبخشه خدا تو رو حمایت میکنه خدا تو رو دست تسلی خودش میاره تو رو هدایت میکنه فقط خوشبختی نمیاری زیرا که در آنچه در این دنیاست در شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگانی از پدر نیست بلکه از جهان است تو هرگز نمی دنیا رو دوست داشته باشی و در خوشبختی سعادتمندی زندگی کنی اینو حداقل بتونین اگه یک چیزی از این دو موعظه فهمیدین اینو بفهمین به این خاطر مزموری یک خوشبال کسی که در کنار, مش... در کنار این نه شریران رو نشسته بلکه در کلام خداست اون, که اون هست که مثل نرهای آب اونجا قرار گرفته آخرین آیه نه آخرین آیه یه زیباترین یکی از زیباترین مزموری که من میخونم و لذت میبرم و دعا میکنم مزمور 16 است زیاد خوشبختی اینه عزیزان میگه که خداوند رو گفتم تو خداوند من هستی نیکوی من نیست غیر از تو یا خوشبختی وجود نداره جز از تو دردهای های آنانی که عقب خدای دیگران می باشند میشه بسیار خواهند شد دردها بسیاری اگه زمانی که این دنیا رو دوست داری و دنبال چیزای دنیای باشی خداوند نصیب قسمت و کاسه من است این چند تا آیه های، همه آیه ها رو ننوشتم تو ما رو نگه میداری خداوند را که مرا نصیحت می نماید متبارک می خانم. یعنی از اینم میتونم خوشبخت باشم میگم من خوشبخت هستم یعنی خوشحال هستم که خداست که منو نصیحت میکنه برای چیزهای خوب که چیزهای بهتری به دست بیارم متبارک میخوانم شبگاهان نیست قلبم را تنبیه میکند و خداوند خداوند رو همیشه پیش روی خود میدارم چون که به دست راست من از جنبش نخواهم خورد این خوشبختی منه چون کنار من هست و من کنار او هستم از این رو دلم شاد شادی می کند و جلالم به وجه می آید جسدم نیز در اطمینان ساکن خواهد شد زیرا جانم را در اعلام انباد تک نخواهی کرد و قدوس خود را نخواهی گذاشت که فساد رو بینم یعنی در مورد ابدیت صحبت میکنه طریق های حیات رو به من آم... به من خواهی آموخت و به حضور تو کمال خوشی هست و به دست راست تو لذت ها تا آباد. یک شخصی هست واقعا یاد گرفته در خوشبختی زندگی کنه چون مرکز زندگیش همون عیسی مسیح یا خداست طریق حیات رو به من خواهی آموخت روز به روز مرسی خداوند که این راه رو هر مشکلی که هر فشاری هست که من میرم تو هستی که منو هدایت میکنی اعتماد به تو دارم یادتون هست خوشبخ خوشبال کسی که اعتماد به من داره چند تا قسمت های من فقط خوندم الان از این به بعد امیدوار هستم زمانی که کتاب مقدس رو میخونین این خوشبالا مثل یک مثل یک نور مثل یک برق شما رو بگیره ما رو بگیره نیکوی من نیست خوشبختی من نیست غیر از تو که در من الان ساکن شده این نویسنده این مزامیر ایسا رو تو قلبش نداشت روح خدا رو نداشت بلکه خدا از دونه از بیرون بود موقع به هر حال این تجربه رو کرد الان ما یک فیض عظیمی ما دریافت کردیم که روح خدا با روح ما یک شده به این خاطر اینجا یک امید بزرگی هست که هر روز ما در این خوشبختی زندگی کنیم و این قسمت من پیشنهاد می کنم برین دوباره این مزمورو رو مزمور 16 رو سعی کنین یک هفته اینا دائما بخونین و اینو وردارین و جای نیکویه جای قسمت میتونین خوشبختی رو بردارین. دیدمون فکرمون ذهنمون باید عوض بشه عزیزان چون در این دنیای ما زندگی میکنه پر از ناعدالتی پر از پر از میگم ظلم اتفاقاتی میفته و خواهد آمد و تو نمیتونی کنار بکشی توی خونه خودت اونجا توی قرنطینه ما در یک دنیای زندگی دائما اعتباهاتی میفته با آخرین آیه این آیه این دعایی که از که پترو پولس میگه اینو فهمیده پولس فهمیده بود اصلا خوشبختی چیه به این خاطر هم امروز برادرم خون در فیلیپیان شاد باشین دوباره شاد باشین دوباره شاد باشین خسته نمیشون دوباره شاد باشین و خودشم برحال تو زندان بود اما خود خدای سلامتی شما رو چیه؟ بلکل مقدس گرداند و با هم بگیم روح و نفس و بدن شما رو تمام بی محفوظ باشد در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح امین هست دعوت کننده شما که این را هم خواهد کرد این دعای پولس بود این خدای سلامتی شما را عزیزان که اینجا هستین کسانی که هم نگاه میکنن مقدس گرداند و روح و نفس و بدنهای ما رو تمام بی ایب محفوظ باشد در وقت آمدن برگشت عیسی مسیح زمانی که عیسی مسیح رو میخوایم داماد عزیز ما رو میخوایم خوش اومد بگیم زمانی که میخواد بیاد خدا دنبال فرزندانی هست در خوشبختی منتظر او هستند. در خوشبختی نه اینطوری آه! کی میایی خسته شدم <تصفيق> <تصفيق> چند سال پیش من این, این راستش بگم من اون کردم دیگه خسته شدم واقعا خسته شده بودم دایما من میگفتم کی میای دیگه خسته شدم کوبیده شدم هنوز اون خودم هنوز نفهمیده بودم پس ما این قسمتی هست که فکر میکنم باید یاد بگیریم عزیزان آیا سوال من اینه که آیا تصمیم داری یک زندگی خوشبختی زندگی کنی؟ همینطور که گفتم زمانی که یک کسی یک چیزی رو به دست میاره میگه خوش به حال تو من میخوام یاد بگیریم عزیزان یاد بگیریم از امروز به بعد این اعلام رو روی زندگی خودمون انجام بدیم خوش به حال من خوش به حال من که گناه های من آموزیده شده خوش به حال من که خدا من همینطور که من هستم منو قبول کرده خوش به حال من که این خدای خالق پدر من شده خوش به حال من که خدا با محبت خودش منو دوست داره تمام سلولای منو خوشبخت هستم خوش به حال من که خدا منو عالی خلق کرده خوش به حال من که روح خدا با روح من یک شده و خوش به حال من که پدرم بعضی وقت من نصیحت می کنه, می منو نصیحت میکنه کتک میزنه چون من میخوامو میخواد به یه جایی ببره که واقعا پر از جلال و شکوه باشم خوش به حال من یه یک روز وارث پادشاهی خدا خواهم شد خوش به حال من یه یک روز شبیه عیسی مسیح خواهم شد خوشبال من خوشبال من که وارث پادشاهی خدا یک روز خواهم شد خوشبال من حتی دردها فشارا روی زندگی من میاد من میدونم حضور خداییش موقع من رو ترک نخواهد کرد عصا و چوب او منو تسلی خواهند داد خوش به حال من که من اجازه دارم این خدای حی رو خدمت کنم خوش به حال من آیا زیبا نیست؟ این یک افسانه نیست عزیزان چون خدا در ماست ما, ما خوش میتونیم بگیم خوش به حال من بعضی وقت به جوانایی که نگاه میکنم 16 17 18 20 ساله ایمان آوردن به عیسی مسیح میگم که خوش به حال شما که در این جوانی ایمان آوردین خوش به حال شما فقط همزمانم میگم خوش به حال من که 35 سالم بود منو نجات داد بای بر من اگه این کارو رو نمی کرد پس از این به بعد عزیزان ذهنمون رو دیدمون عوض کنیم از هر برکت هایی که دریافت می کنیم خدا رو شکر کنیم تشکر کنیم هر اتفاقی هم که آرزو هم داشتیم برای یه چیزی ما به دست نوردیم خدا رو شکر کن بگی خدا من این چیز رو به دست میخواستم این آرزو رو داشتم به دست نوردم این چیز رو از دست دادم فقط خوش به حال من بشر میکنی اعلام کردن و چیزی هم که دریافت کردیم خدا رو شکر کن و همینطور هم چشمای خودمون رو روی افراد دیگه نذاریم که بگیم خوشبال تو این کارو کرد خوشبال تو مثلا اینو به دست آوردی نه خدا رو شکر کن که خدا رو شکر من این برادر آنو قبول شده این برادر زن گرفته این برادر مثلا این چیز کرده خدا رو شکر میکنم برای این نعمت های تو که افراد میگیرن فقط خوش حال من خوشبخت هستم من که من این هستم که هستم و دریا و چی شدم پذیرفته شدم آمین حالا یک سرودی هست که ما میخونیم دوست داشتم این سرود رو بخونیم و بعد از این سرود یه لحظه یه دو سه دقیقه چهار دقیقه خودتون دعا کنین فکرتون دروغ رو تمام تصویرهای اشتباه از خوشبختی رو باید دور کنین بگه خدا من به ببخش خدا من واقعا من فقط چشمم روی چیزای مادی گذاشتم از امروز به بعد من تصمیم میگیرم هر روز اینو اعلام کنم من مرد زن خوشبختی هستم چون در تو در منی بعد از این یه پنج دقیقه یا چند دقیقه همینطور صدامون بلند کنیم از خدا تشکر کنیم جلال بهشون بدیم و بعد از اینم که عشا خواهیم داشت ورداریم بیایم با افتخار بیایم از این بدن مسیح بخوریم از خونه او بنوشیم آمین خوب میشه الان با هم بیستیم و این سرودی هست خوش به حال آن کسانه کسانی که فخر روی خود میدانند با هم بخونیم بعد, بعد از این خوش به حال نا... مالکانه این جهان است خوش به حال مردمی که مالکان آن جهان است خوش به حال فروتن خوش به حال رحیم خوش به حال مسکینان خوش به حال شما خوش به حال فروتن خوش به حال رحیم خوش به حال مسکین خوش به حال شما خوش به حال خوچ حال صالحان که او را بینند چون که آنان فرزندان خدا هستند او را بینند چون که آنان فرزندان خدا هستند خوش به حال فروتن خوش به حال ما خوش خوش به حال فروت خوش به حال رعیم خوش به حال مسکین خوش به خداوند مرسی خداوند بخویم جلال به تو بدیم خداوند خوش به حال ما پدر جان چقدر تو لذت میبری خداوند که ما اینو اعلام میکنیم برو زندگی خودمون خداوند هاللویا خداوند همکاران خوش به حال ما تمداران خوش به حال ما که داریم قلب به مسیحا خوش به حال ما که داریم قلب به مسیحا خوش به حال فروتن خوش به حال رحیم خوش به حال دعا کنیم الان خدا مرسی خداوند خورماشیدی خدا 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 او رچیه رندشتیه رنده خوب میشه الان همه با همه میتونید دعای خودتون بکنین الان خدا امروز با خودت صحبت کرد شخصا صحبت کرد مطمئن هستم الان جواب بده تشکر کن و توبه کن یا اگه واقعا در این قسمت واقعا فکرت اشتباه بود و, و کنن تصویر اشتباهی از خوشبختی داشتی و امروز تصمیم بگیر روح خدا اینجاست امروز هم که مخصوصا اشا داریم در این اشا خداوند به تو قدرت خواهد و چشم خودت رو باز خواهد کرد حالا خداوند مرسی ساجان.